چند سالیه که یوتیوب هم مورد توجه بلاگرهای ایرانی قرار گرفته که تلاش دارند با تولید محتوای جالب بیننده جذب کنند و البته به درآمد برسند با نگاهی گاه رویا پردازانه به یوتیوبرهای موفق و معروفی که درآمد اصلیشون از آگهی که یوتیوب در میانه ویدیوهای اونا نمایش میده و سهمی هم به تولید کنندگان محتوا میرسه یکی از اولین ایرانیانی که در این بازار موفق شد مهدی صدق داره. یا اونطور که خودش رو در یوتیوب معرفی میکنه الکترو بوم نامی که واقعا برازنده این کانال یوتیوبیه پر از ماجراهایی که یه مهندس برق در آزمایش های برقی مختلف باهاش روبرو میشه در واقع بلاهایی که سر خودش میاره الکترو بوم یوتیوبر ایرانی کانادایی حالا که این گفتگو رو ضبط میکنیم نزدیک 6 میلیون و 700 هزار مشترک داره و بیش از 180 تا از ویدیوهاش بیش از یک میلیون بار دیده شده یعنی از هر سه ویدیو که گذاشته دوتا مجموع بازدیدهای ویدیوهاش به 750 میلیون بار میرسه این رقم ها برای هر یوتیوبر میتونه رویایی باشه رمز موفقیتش چی بوده؟ من هادی نیلی هستم و این گفتگوی ویژه با مهدی صدقدار یا الکترو بوم اومدیم عید دیدنی توی این استودیو امیدوارم برق ما رو نگیرد سیمی چیز زیر دست نمونه شما هم همینجور شانس آوردین اینجا نیستین همیشه ریسکش هست اینجا <تصفح> دیگه کارم دیگه مهندسی برق و برق گرفتن جز بشه دیگه <تصفح> میتونین برای من بگین که وقتی شروع کردین کجای زندگی شغلیتون بودین توی یوتیوب وقتی شروع کردم بله فکر کنم سال 2012 میلادی اولین فیلم هم گذاشتم من مهندس برق هستم دیگه در واقع در شرکت های مختلف مثلا کار میکردم در سال های مختلف این شرکت آخری که توش کار میکردم در کنارش دوست داشتم همیشه یه حضوری داشته باشم در اینترنت و مثلا اطلاعاتی که دارم و با مردم شیر کنم اصطلاحا فارسی شد همرسان کنم بعد خلاصه مثلا قبل از اینکه یوتیوب هم شروع کنم یه وبسایتی درست کرده بودم و اطلاعات الکترونیکی مثلا پیجی درست کرده بودم صفحه یا مثلا اطلاعات رو می نوشتم و که به سرعت حوصلم سر رفت از نوشتن پیج به خاطر اینکه یکی اینکه خیلی مکالمه ای توش نبود به اون صورت کسی من رو نمیشناخت بعدم که داشتم با ویکیپیدیا در واقع مسابقه میذاشتم <applause> اطلاعاتی که رو بود خیلی بیشتر بود از اطلاعاتی که من داشتم میذاشتم <applause> رو بعد کم کم که یوتیوب اومد دیدم که دوستام دورورم دارن برای خودشون مثلا فیلم میسازن میذارن روی یوتیوب مثلا حالت you know, اطلاعات, اطلاعات عمومی در واقع داشتن میذاشتن روی اینترنت و به نظر من جالب اومد اما ایده ای نداشتم که چیکار کنم تا اینکه یه روز یکی از این دستگاه‌هایی که ما سر کار استفاده می‌کنیم خیلی اومد دستم یادم افتاد من چقدر بلا سرم اومده استفاده کردن موقع استفاده کردن از این دستگاه بلای واقعی بلای واقعی یاره بلا بلا آدم وقتی مهندس باشه دکتر باشه هر چی باشه به حال در طول روز که کار میکنه بلاهایی سرش میاد حالا <applause> من نمیدونم در کار شما هم بلایی سرتون میاد یا نه اما در کار ما که همیشه مثلا یاد یه یا جوری اشتباهی میکنیم برق میگرتمون یا یه چیزی رو وصل میکنیم منفجر میشه بالاخره هر دستگاهی که درست میکنیم مخصوصا تو کار من مثلا اون موقعی که سر کار میرفتم وقتی کار میکردم دستگاهایی که درست میکردیم خب مهم بود که اون کسی که استفاده میکنه مشکلی براش پیش نیاد <applause> در نتیجه کاری که می کردیم این بود که تا جایی که می فشار میدادیم، این دستگاه و تا منفجر بشه آتیش بگیره بلایی سرش بیاد ببینیم که مثلا اون حدی که دستگاه می تحمل کنه فشار ما رو کجا که بتونیم مثلا بهترش کنیم یعنی جزء کار ما بود اما خب در این حال اشتباه هم پیش میاد دیگه <تص> و خلاصه یکی از این دستگاه رو که من استفاده می‌کردم که بلاهای مختلف سرم می اومد اسمش هم هست الکتروستاتیک دیسچارج گان ESD به اصطلاح بهش میگن یعنی مثلا فرض کنید وقتی شما رو موکت را میرین تنتون برق جمع میشه دیگه بعد به یه جایی دست میزنین برق از تنتون میپره به اونجا در نتیجه ممکنه مثلا شما به مثلا یه تلفن دست بزنین برق بپره به تلفن و اون چیزی که ما میخوایم اینه که اون تلفن خراب نشه <applause> و اون دستگاه مال این کار بود این دستگاه یه تفنگی بود که همین تو برق میزد به اون چیزی که شما داشتین میساختین که ببینیم اون دستگاه خراب میشه یا نه خلاصه این شد که من اون تفنگه اومد دستم و شروع کردم باش فیلم درست کردن چون خیلی اشتباهی خودم رو باهاش زب کرده بودم اصطلاح <applause> برق زده بودم اشتباهی به خودم همون اشتباهاتی رو که کرده بودم سعی کردم تو فیلمم تکرار کنم و پخش کردم بین دوستام و فامیل و اینا و اتفاقی که افتاد این بود که بعد از شیش ماه که اون فیلم ساخته شده بود یه نفر اونو به اشتراک گذاشت و وبسایت ردیت نمیدونم میشناسین شما یا نه و اونجا یه دفعه بینندش زیاد شد و مکالمه من با مردم خیلی زیاد شد و یه مثلا دیگه باعث شد که من کارم رو ادامه بدم و فیلم های بیشتری بسازم اون یه نفر که این کرد براتون روی ردیت گذاشت کی بود آشنا بود؟ نه یکی یه،, یه،, یه نفری بود که شانسی فیلم من پیدا کرده بود و گذاشت روی ردیت و من یه روز مثلا دوازده تا سابسکرایبر داشتم تو یوتیوب ریفرش کردم دیدم که شد 100 تا دوباره زدم دیدم شد 200 تا دوباره زدم شد 300 تا حالا من یکی از دوستام که یه مدتی بود فیلم میزاش اونجا مثلا خودش 300 تا سابسکرایبر داشت من گفتم اه چه اتفاقی افتاد چه داره زیاد میشه بعد یه میشه 400 تا 500 تا خیلی عجیب بود برام مثلا فرض کنید آدم وقتی 6 ماه نشسته اونجا و 12 نفر به زور اومدن سابسکرایب کردن یه دفعه در عرض یه ساعت آدم بشه 600 نفر خب ضربه روحی روانی آدم خیلی جالب بود خلاصه دیگه از اون به بعد باعث شد که کارم ادامه توی رویدادها دعوت میشین مثلا تو مدرسه ها توی شرکت ها من یه مشکلی که دارم اینه که چی بهشون میگم فارسی در اون گرا خیلی اونجوری هستم مثلا اینکه برم جلوی یه جمعی بخوام صحبت بکنم یا مثلا همین کارهای خودم که تو اینترنت میکنم و ارائه بدم جلوی مردم خیلی برام سخته زربان قلب میره بالا فشار خون میره بالا تا دو روز بعدش حالم خرابه <applause> عجب با این حال انقدر یوتیوب دوربین یوتیوب راحتی آه خب خوبیه یوتیوب اینه که یه دوربینه شما آدما رو که نمیبینین یه دوربینه میبینین فرصت دارین که حرفتون رو تکرار کنین اشتباهاتتون رو تصحیح کنین میدونین، کار کنین رو فیلمتون که کیفیتش بهتر شه اون داستانی که میگین جریانش بهتر باشه آ... اما مثلا وقتی جلو یه سری آدم هستین اشتباهی که اونجا بکنین دیگه قابل تصحیح نیست دیگه باید با همون اشتباه ادامه بدین برین جلو البته <تصفح> خب خیلی آدم خوبن تو این زمین اما من ب... 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 یکم اعصابم خراب میشه جلوی مردم <تصفح> خیلی جالبه یعنی آدمی که بیننده میلیونی داره توی شبکه های اجتماعی به نوعی میگین درونگرا یا شب میشه گفت خجالتی بله. از, از اینجا دور بین آره آره این خجالتی و درونگرا و هر که <تصفح> اما خب همینه دیگه و اتفاقا خوبی اینترنت اینه که مثلا آدمایی مثل من میتونن خودشون رو ارائه بدن قبل از اینکه اینترنت باشه چیکار باید میکردن بعد میرفتن مثلا توی سالونی پریزنتیشن میدادن و سکته میکردن میافتادن اما الان دیگه خیال راحت میان دوربین رو و فیلم مثلا درست میکنین و بعدش مثلا وقتی هم که مثلا فرض کنین با کامنت های مردم دارین جواب میدین دیگه راحت دیگه مثلا اصطلاحا آفلاینه اونطوری نیستش که جلوی چشتون باشه و <applause> برای من که خیلی راحت داره خب خیلی خوشحالم که این کمک کرده ما توی برنامه کدیک قبلا به این پرداختیم که چقدر اطلاعات غلط و شبه علم داره زیاد میشه که اتفاقا با کمک فناوری داره درست میشه با کمک هوش مصنوعی روی یوتیوب الان پر داره میشه از ویدیوهایی که هوش مصنوعی درست میکنه نه. از داستانای ساختگی مثلا میگن اگه اهرام مصر رو زیر فشار کافی قرار بدین ازش به اندازه مصرف کل زمین برق در میاد و اینو بچهای خردسال نوجوانا میبینن براشون خیلی جالبه و فکر میکنن دارن یه یاد میگیرن ولی صرفا اون کسی که اینا رو داره میسازه تعداد بالا فله درست میکنه با هوش مصنوعی دنبال پولی پولیه آگه آگهی یوتیوب بهش میده در مورد اینم برنامه داشتیم قبلا و از اون طرف محتوای شما محتوایی که یه آدمی که کارش اینه کار علمی میکنه محتوایی درست میکنه که همچنان جذابه و درسته که یه جور مثلا کار بامزه ای ولی کار علمیه با یه دستگاه واقعی شما دارین کار میکنین اصلا کارتون واقعیه من دیدم که حتی بعضی چیزایی که شما درست میکن ویدیوهایی که درست میکنین در همینه که مثلا میان میگن این چراغه با الکترست ساکن بدن داره روشن میشه ولی شما اینو در واقع حلجی میکنی بله. که نه این ساختگیه و واقعیتی نیست تو این دنیایی که اینقدر اطلاعات غلط داره میاد خیلی ها چالششون اینه که که میخواد علم واقعی دانش واقعی و فناوری واقعی نشون اینه که مخاطب جذب نمیشه ولی خب شما مخاطب هم دارین جذب میکنین به نظرتون رمزش چیه که همچنان اطلاعات درست به آدما بدین ولی جذابه چیه این فرمولی که شما توش موفق بوده؟ من فکر کنم یکم هم خوش شانس شدم در این زمینه کم پیش میاد آدم به شانس از کنن من فکر می کنم که خب میگم مثلا هر کسی یه جوری مطلب خودش رو ارائه میده من شانس آوردم که اون روشی که من ارائه میدم مردم خوششون میاد <laughs> حالا میشه از اون بر اصطلاحا میگن ریورس انجینیرینگ کنیم دوباره مهندسی, مهندسی محکوش. کنیم ببینیم که حالا که مردم خوششون اومده من چیکار کردم که مردم خوششون اومده من فکر میکنم یه مقداریش چیزهای مختلف مثلا اینکه آدم احساس خودشو در یه زمینه ای تو فیلمش نشون بده خیلی مهمه اینکه مثلا خیلی ساده بیاین مثلا به صورت یه نواخ فقط بگین که آه اینا غلطه و دلیل صحیحش اینه اونقدر مهم نیست اما اینکه مثلا نشون بدین که دارین هرس میخورین از این چیزها و دارین مثلا مبارزه میکنین علیهش یکم همچین اکشنش بره بالا میدونین این باعث میشه که مردم جذب فیلم بشن و اون اطلاعاتی هم که میدن میدین و به هر حال من مثلا یه قسمتی از فیلم هستش که در جریان تستایی که میکنم خطا هم میکنم توش خب این هم باعث میشه که این خطاهایی که میکنم بلاهایی که سرم میاد چیزهایی که منفجر میشه باعث میشه که مردم مثلا اه سرگرم ترشن با مثلا اون چیزی که من درست میکنم و دوست داشته باشن نگاه کنن صداقت در فیلم خب خیلی مهمه اون مثلا صداقتی که شما در حرف زدنتون هست و این که مثلا سعی نمیکنین خودتون رو بالاتر از بقیه در واقع نشون بدین در سطح بقیه هست این کارهایی که میکنین اشتباهاتی که میکنین چیزهایی که پیش میاد همه مثل همه ای مردمه باعث میشه که مردم دوست داشته باشن نیا کنن و احساساتتون رو مثلا بروز میدین همه اینا یه چیزاییه که به نظر من کمک میکنن که مردم دوست داشته باشن نگاه کنن و مثلا فیلمتون رو به اشتراک بذارن با بقیه شما فرزند نوجوان هم دارین و منم خودم دو تا پسر 8 ساله و 10 ساله دارم و بعضی وقتا احساس میکنم مطرح کردن فناوری و مسائل دانش و علمی و اینا بعضی وقتا سر سربر میشه واسه بچه‌ها این مواجهه خود شما با فرزندتون کمکی میکنه به اینکه مفاهیم و عام فهم و راحت و جذاب بکنی حالا جالبه تو آدم تو خونه یه جور برخورد میکنه تو فیلمش یه جور دیگه مثلا وقتی من با دخترم میخوام یه چیزی رو توضیح بدم خیلی جدی براش توضیح میدم بشین اینجا این اینجوریه <تصحب> <تصحب> ممکنه خیلی براش جالب نباشه اما آخر همون دیگه مشکل اینه که مثلا آدم خودشو چی میگن به صورت حضوری ارائه بده خیلی فرق میکنه تا اینکه آدم مثلا فیلم بسازه میدونی وقتی میخوای یه چیزی رو برای یه نفر توضیح بدین دیگه آماده یه ذهنی اونقدر آدم نداره که یعنی من حالا بعضیا خیلی خوب در این زمینه من اونقدر آماده یه ذهنی ندارم که همونجا جالبش بکنم سعی میکنم سعی خودم میکنم داستانهای جالب کنارش تعریف میکنم اما فکر میکنم شاید برای دخترم اونقدر جالب نباشه به نسبت فیلمی که من درست میکنم روش بیشتر وقت میذارم بهتر تهیهش میکنم اما سعی خودم میکنم ان دخترم از من چیزی یاد گرفته باشه دیگه شما <applause> توی محتوایی که درست کردین تا حالا محتوای فارسی هم بوده توی هاتون؟ محتوای فارسی نه هنوز نداشتم به خاطر اینکه از اولی که شروع کردم انگلیسی بود و بیننده های من از همه جای دنیا هستن در واقع و مثلا از هند مثلا نزدیک 20 درصد از هند هستن جیدن 20 درصد از آمریکا کانادا استرالیا همه جا مثلا نگاه میکنن اگه فارسی درست بکنم در واقع فقط دارم با مردم ایران صحبت میکنم اما چون مردم ایران انگلیسیشون خوبه معمولا <تصفح> مثلا همین شاید مثلا هنوز اونقدر احتیاج پیدا نکردم که مثلا به به فارسی صحبت کنم مخصوصا که فیلم های منو مثلا بیشتر در سنهای جوون مثلا 18 تا 40 سال میبینن که انتظار دارم انگلیسیشون بهتر باشه اما <applause> معمولا تو مدرسه انگلیسی میخونیم دیگه تو ویدیوهاتون انگلیسی سرراست و به نسبت ساده استفاده میکنین؟ آه من نمیتونم هم, س... هم, پیچیده تر صحبت کنم من هم خودم زبان انگلیسیم در همون حد تو مدرسه ایران که یاد گرفتیم دیگه به زحمت لغت ها واسه همین مثلا هر فیلمی درست میکنم باید اگه میخوام یه چیز درست بگم بعضی وقتا پنجا شهست بار هی تکرار میکنم تا بتونم اون حرف انگلیسی رو درست بزنم دیگه هم اومد فقط در حد لغت های ساده خودم بلدم جمله بندی ساده درست میکنم خوب هم هست دیگه راحت تر مردم متوجه میشه کانادا که همه بیمن غیر از اون بیمه دیگه ای داریم؟ بیمه که آره بیمه بیمه مجانی کانادا رو داریم اما جدیدا آره بیمه عمرم گرفتم دیگه گفتم که کارا ممکنه خطرناک بعد وقت با این کاری ای که شما میکنید بیمهتون گرونتر نشده؟ خوشبختانه ای جالب بود بیمه که گرفتیم اومد از من امضا گرفت که آقا شما میدونی داری چی کار میکنی دیگه مثلا این کارایی که میکنی رو واسه شوه نمیخوای خودتو بکشی که <تصح> پس اینا رو توضیح دادیم به بیمه که کارتون این هست. یه, یه نامه امضا کردم که بله با... اینا همه چیزه شوه واقعا بعضی صدمه هایی که به نظر میاد توی این فیلم ها میخورین برای من بیننده هم ترسناک راستش یعنی فکر که الان چی شد ما چی داریم می‌بینیم الان طبیعتا البته شما فیلم رو روی یوتیوب وقتی آپلود می‌کنین یعنی دیگه حالتون خوبه دیگه آره دیگه تا وقتی فیلم هم اومد بیرون خیالتون راحت باشه اگه نه اومد بیرون تا یه مدتی حالا ریسکش هستش شاید هم مثلا سرم گرم کار دیگه بود اما نه من خب مهندس به عنوان مهندس برق و مثلا که در این زمینه کار کردم در سالهای زیاد تا یه حدی میدونم چی کار میکنم تا یه حدی اما اشتباه همیشه پیش میاد میدونین اما خب میدونم که چه اشتباهاتی ممکنه پیش بیاد و اونها رو سعی میکنم اشتباهات و هر اشتباهی که ممکنه پیش بیاد رو سعی میکنم تو فیلمم بذارم مخصوصا واسه اینکه مردم با اشتباهاتی که ممکنه پیش بیاد آشنا بشن میدونین نمیخوام که مثلا اگه یه چیزی درست میکنم خیلی تر و تمیز و شسته رفته باشه به خاطر اینکه مردم مثلا همون کار ممکنه تکرار کنن و مشکلاتی براشون پیش بیاد من حالا اشتباهات دوش میذارم که مردم حواسشون باشه که آهان در این نقطه ممکنه یه چه اشکالی هم پیش بیاد در این حال فیلمم جالب میکنه دیگه برای بیننده وقتی که اشکالی برای من پیش میاد <applause> دیدم که توی در واقع سابقتون این اینو گذاشته بودین توی اینستاگرام که در نوجوانی جعبه کیت الکترونیکی کادو گرفته بودین هدیه گرفته بلوان. بودین و این خیلی براتون خاطر مهمی بوده چون نوشته بودین که همینجوری شروع کردین و جذب بله شدین چند سالتون بود توی اون عکس کم که, که گذاشتین من فکر می دوازد دوازد کنم دوازده سالم بود مثلا در دوازده سالم اون هلوشا اگه اشتباه نکنم دوازده هم هلوشا خلاصه آره یه, نفر برای من برای من کادو برد که مثلا من ق... در واقع قبلش هم اصلا اه... نمیدونستم همچین چیزی هست برام گرفتن اووردن و منم نگاه کردم دیدم ای چقدر پیچیده است حالا اه... چیز ساده ای بود الان که نگاه بهش اما مثلا آدم وقتی که دفعه اول قطعات الکترونیکی رو میبینه مثلا میگه آه چه خبره بعدش مثلا شما اون طبق اه... اون طرز اه... ترزه... سرهم کردنی که براتون گذاشتن کاغذیشو و اینا رو سرهم میکنین و یه دفعه وقتی دو تا چراغ چشمک زد جلوی من گفتم ای وای چقدر خوبه <تصفيق> <تصفيق> یه دفعه علاقه شدید شدم به این چیزهای الکترونیکی رفتم دیگه میرفتیم ای تهران میرفتم مهران کیت یادش بخیر این سرای جمهوری خیابون جمهوری اون طرف یا الکترونیک فروشی های زیاد بود قطعات الکترونیکی و اینا میرفتم مهران کیت هی میخریدم سر میکردم خیلی خوب بود وقتی که میخواستم برم دانشگاه دیگه تکلیفم معلوم بود میگفتم میخوام برم الکترونیک بعد مامان امینا میگفتن حالا شاید الکترونیک قبول نشدی دیگه یه چیز دیگه هم کنارش بزن دیگه گفتم خیلی خب بابا مثلا شیشتای اول زدم الکترونیک تو دانشگاه های مختلف بعد میام یعنی دارم بریاش شد چهار پنج تا دانشگاه مختلف زدم مکانیک بعدش زدم عمران بعدش زدم دیگه همینطوری طبق اون علاقه ای که داشتم تو جدول رفتم پایین خوشبختانه همون الکترونیک رو قبول شدم <تصفح> الان خیلی برای یوتیوبرای ایرانی یوتیوبرای فارسی خیلی برایشون مهمه که به درآمدزایی برسن به درآمد برسن و بتونن از یوتیوب پول در بیارن خب شما سالهاست که اه انقدر اه مشترک در یوتیوب داریم و اینقدر بیننده داریم که مطمئنم سالهاست به درآمد رسیده چقدر براتون این درآمده از اول ملاک بود و الان چه تاثیری داره توی کارتون خب الان دیگه در واقع درآمد من فقط از یوتیوب و کارهایی که آنلاین انجام میدم دیگه اما وقتی که شروع آه الان کردم الان فقط همینه آه الان فقط همینه دیگه آره خوشبختانه دیگه مجبور نیستم دو تا کار مختلف رو با هم انجام بدم اما اولی که شروع کردم آدم به دنبال درآمد نبودم در واقع همین که میخواستم آنلاین باشم فقط به خاطر این بود که میخواستم با بدون اینکه حضوری با کسی صحبت کنم دوست داشتم که مثلا اما صحبت کنم دوست داشتم مثلا در مورد چیزایی که خودم بهش علاق من بودم مردم اظهار نظر کنن و من جواب بدم و همین به خاطر درآمد در واقع من کارم شروع نکردم وقتی شروع کردم با همین بیننده های کمی که داشتم در واقع راضی بودم تا مثلا سالیان سالم همینطوری بود و درآمد خاصی نداشت مثلا من حدود 6 سال فکر کنم هم فیلم درست میکردم هم کار رو داشتم که در واقع میرفتم و بعد از 6 سال دیدم که در واقع مثلا درآمدی که دارم داره به اندازه ای می میرسه که مثلا میتونم شاید مثلا کارمو نصف روز کنم مجبور نیستم تمام روز مثلا کار کنم و بهشون گفتم و خلاصه 6 7 ماه مثلا نصف روز کار میکردم تا اینکه دیدم که مثل که میتونم اونو جایگزین کنم با این در واقع که البته خب اون موقعی که هر دوتا رو انجام میکردم درآمدم بیشتر بود چون هم از این حقوق میگرفتم هم از اون اما <تصفح> خب یکیشونو کات کردم در واقع کار روزانه و کلا گذاشتم کنار شروع کردم روی مثلا یوتیوب چون مثلا اون موقع دیدم که درآمدش زندگیمونو میگذرونه گفتم حالا که زندگیمونو میگذرونه و به نظر امنم میاد چون من خانوادم داشتم دیگه بچم به دنیا اومده بود و به هر حال ریسکیه که آدم باید مواظب باشه که اتفاقی نیفته خلاصه وقتی فقط دیدم که خیلی به نظر خوب میاد که خیلی پایین بالا نمیره خیالم راحته که زندگی میگرده اون موقع بود که کارم کلا گوشتم کنار رو اومدم مثلا روی یوتیوب کار کردم که از اون موقع رشد کردم دیگه اومدم چند ساله که کامل دیگه درآمدتون از یوتیوبه 6 ساله که دیگه آره دیگه اصلا کلا کامل فقط یوتیوبه خود فیلم ساختن هم یکی از علاقه هایی بود که من داشتم در واقع مثلا فرض کنید وقتی فامیلا مسافرت میکردن از ایران می اومدن کانادا یا ما می ایران فیلم برداری میکردم از مجالسمون و مثلا گشت و گذارایی که تو شهر میکردیم و اینا و سعی میکردم ادیت کنم یه فیلم جالبی درست کنم مثلا برایشون داشته باشه. اون خودش برای من جالب بود و الکترونیک هم دیگه یکی دیگه از علاقه های بزرگ من بود این دوتا رو فقط سرهم کردم شد این که <applause> <applause> الان هست و نظر من آدم باید بدونه علاقهش چیه اصلا میتونه مثلا اون کار کشش داره براش و انجام بده بره جلو خورده خورده ببینه که مثلا چه جوری میتونه اینو بهبود بده اون وقت مثلا اگه به درآمد افتاد راجع بهش فکر می‌کنیم که چه جوری خرجش بکنه کسایی که میخوان کار مثل شما بکنن تو خونه برایشون چه توصیه‌ای دارین اصلا توصیه میکنی که اینا رو امتحان بکنه تو خونه توصیه داریم براشون خیلی از کارهایی که من میکنم راحت در دسترس مردمه و خیلی ها هم میکنن این کارو شاید یکی از خوبی های فیلم های من این باشه که مثلا من نشون میدم آقا شما این استفاده رو میکنین برق ممکنه بگیرتتون کشته بشین در جریانش <تصفح> <تصفح> چون مثلا یه دستگاه هستش مثلا فرض کنین مایکروویو که تو خونه استفاده میکنین مثلا خیلی ها همین دارن مثلا براشون جالب تو اینترنت میبینم فیلماش هستش که دل رو میرزن بیرون اون ترانسشو در میارن و ترانسش خیلی ولتاژ بالا درست میکنه خیلی خطرناکه و خیلی ها کشته شدن با اون من هر دفعه که مثلا با اون درست میکنم مثلا سعی میکنم به مردم نشون بدم ببین این خیلی خطرناکه آدم کشته میشه مواظب با این کار نکنین <تص> یا مثلا نشون میدم که آقا چه برقی میتونه خطرش کمتر باشه چه برقی میتونه خطرش بیشتر باشه و اش... اشکالاتی که در زمینش ممکنه پیش بیاد انشالله کسی استفاده نمیکنه اون چیزها رو <applause> و چیزهایی که من میکنم اما مثلا همین چون مثلا مشکلاتی که برام پیش میاد تو فیلم میذارم امیدوارم که مردم متوجهشن که این کار اگه بکنن خطرناکه لاقل این کارو نکنین برین یه کار دیگه بکنین اما کسی که کلش به قرمه سبزی بده به هر حال میره دنبال این کارا میدونین تو این مدت ساله که 12 سال که کار میکردین آسیب غیر قابل جبرانی که نخوردین امیدوارم پوست سوخته دارم زیاد اما خب قبلش هم داخت داشتم اون خیلی مسئله جدیدی نیست میگم اشکالاتیه که در روزمره آدمم پیش میاد آدم وقتی کلش بو قرمه سبزی بده و هر حال این کارا رو میکنه یه بلایی سرش میاد مثلا فرض کنید چه میدونم میخواستم در یه چیزی رو باز کنم یه چاقو برمی داشتم از دستم درم رفت حدود سه چهار بار کف دستم رو سوراخ کردم درسم هم یاد نگرفتم که آقا دفعه اول که سوراخ کردی دفعه دوم این کارو دیگه نکن اما آره کارهای مثلا یه اتفاقی که تو فیلمم افتاد که خیلی خطرناک بود با همون ترانسای چیز بود دیگه که داشتم کار میکردم و یه دستگاهی درست کرده بودم بهش میگن جیکابز لدر به انگلیسی یا نردبان یعقوب نمیدونم تو فارسی اسمش اصلا معروفه یا نه اما به هر حال اه، اه، یه چیزیه که تو فیلم هم هستش که مثلا دوتا شاخکه مثلا که از بینش برق میره بالا یعنی بین این دوتا یه برقی زده میشه میره بالا اینو من داشتم بزرگش درست میکردم با این ترانسه بعد خیلی بد درست کردم طبق معمول <applause> این افتاد روم بعد منم داشتم فکر میکردم اخ اگه این بیفته روی سینم که برق داره خیلی بده خوبه با دست بگیرمش که هیچ فرقی نمیکنه در واقع <applause> با دست گرفتمش آقا برق گرفت و من چون اونا مثلا بیشتر از دو هزار ولت برق داره و با قدرت خیلی زیاد این افتاد رو دستم و در واقع پوستم در واقع سوخت ترکیت هم تو فیلمش اگه ببینین جرقه از پوستم داره میپره این و و من جمع شدم یه دفعه دیگه حالا شانسی که بردن این بود که سیمایی که واس کرده بودم خیلی شلوول بود تا جمع شدم این کندمش از اون ترانسه که قطع شده و خوشبختانه من نجات پیدا کردم این در واقع خطرناک ترین کاری بود که اتفاقی بود که بر من افتاد و ایشالا مردم ازش درس عبرت بگیرن تکرار نکنن این قضیه رو و با خودم هی فکر میکردم که اینو بذارم تو فیلم نذارم تو فیلم خیلی خطرناک بود بعد با خودم فکر کردم که خب اگه که این فیلم منو ببینه بخواد همونو درست کنه با این ترانس ممکنه همین مشکل براش پیش بیاد خوبه که لاقل ببینن که من نزدیک بود بمیرم برای نوروز شما تدارک خاصی میدین با خانواده همون مراسمو در واقع داریم اینجا بچه‌ها سفره میچینن هفسین و کارای همون کارایی که ایران میکنیم و سعی میکنیم اینجا تکرار کنیم که همون حال و هوا رو داشته باشه در واقع یه سبزه اون کنار من میبینم یه چیز این ایلاستیکی پلسط... لاستیکیه <تصفح> پلاستیکیه باشه سبزه <تصفح> تو اتاق من چیزی زنده نمونه مثلا این بهتر لاستیکی باشه اگه آرزوی خاصی رسال سال نو میخوایم بکنیم فرصت هست بفهمین همه بتونن آزاد اون کاری که دوست دارن و انجام بدن و خوشحال باشن و کارهایی که من میکنم تو فیلمامو تکرار نکنم این خیلی مهمه <تصفح> خیلی متشکرم. قربان شما خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. متشکرم.